کاری و کفترپرونی و ایمیل پراکنی و فقط همین مسئله. کارنامه شون کاملا مشخص، خودشون رو هم وطن پرست میدونن، مانارکیست میدونن، ما این هستیم. ما چه کردید؟ 30 سال است بنده، 1 سال است، 6 ماه است کار سیاسی میکنم. شما 30 ساله دارید میکنید دیگه، چه غلطی کردید؟ شما انقدر عقب افتاده فکری هستید که نمیدونید اونایی که نامه هاتون رو میدید این ور اون ور کف در بازای حرفه ای تو ونکوور، اینا دنبشون به کجا بنده؟ رو تو جمع کن، حواست جمع کن چی دارم بهت میگم. اونایی که لنگشون رو دراز کردن در آپارتمان های پنهاس 4-5 هزار دلاری میشینن، یه روزم تو زندگیشون کار نکردن، دائما پای 8 تا کامپیوتر و 10 تا ستلایت و این گونه مسائل همه چیز رو میپارن. یه دونه قفس هم بالای پشت بونشون دارن، 50 تا 70 تا 100 تا کفتر هم توشه با نام ایمیل لیستشون و 70 تا 80 تا 100 تا آدم پلاسیده هم تو اون ایمیل هست. نفاق براجنی و تفرق براجنی با نام پادشاهی هم خودشونو جا کرده. در طول 5 سال گذشتن 25 تا سازمان های مختلف زدند، سیستم رو هم به همین وضع میخوان، پادشاهی در همین سیستم در همین جا متوقف بشه. اگر یه کتوله ای بیاد بگه برید بعد از 30 سال رأی سفید بدید یا به زنا رأی بدید، صداشون در نمیاد، چون در جهت اهداف حکومت اسلامیه. ولی اگه یک نفر یک ایرادی بگیره، یک اشکالی مثلا به عنوان مثال از شاهزاده رضا پهلوی در یک حرکتی بگیره، حمله ها شروع میشه. اینا همه رو حسابه. حواستون رو جمع کنید، یه دونه ایمیل لیست دارید 60 تا 70 تا آدم توشه. بنده جلو دوربینی نشستم، بالای 1 میلیون نفر در سراسر دنیا برنامه‌اش رو نگاه میکنند. خانومی که برای من این ایمیل رو فرستادی و اون کف در بازم برای 70-80 تا پلاسیده مثل خودش فرستاد، اسمت رو نمیبرم، ولی دفعه بعد اگه خواستی چلنج کنی I'm ready. تو هر دادگاهی، تو هر جایی، تو هر سندی، تو هر مد... شما هم که به این کارا عادت دارید دیگه، سوبازی و این گونه مسائل. من هر کی هستم خانم نامحترم، 7 ماه گذشته توانستم تلویزیونی که خودم ادارش میکنم، خودم همه کارش هستم، رو به راه بندازم. شما که با اون این همه هیس و پیس تو اهن و طلاب، هنوز که هنوزه بابات باید با این تلویزیون یا اون تلویزیون بشینه نگوشیت کنه، سر یک موقع های مشخصی بیادی که 2-3 ماه ساعت 3 صبح برنامه بگیره و بعدم بگی برید تو صف بایستید رای بدید. بعد خانم محترم من با CIA رفتم، من یه عده رو دهن منو باز نکنه، حواستو جمع کن، منو خوب میشناسی ها، من آدم جنگنده ای هستم ها. همین الانش در متن نامت دارم میگه، ایمیلت میگم، همین الان باباتو با همه اهن و طلاپتون بردار ببر تو پرتاک، کف دروازه و تمام اون 70-80 تا پلاسک نتونم جمع بکن، 1 ماه هم ادورتایز کنین، در همون ساعت من 1 روم در پرتاک میزنم. اگر شما 1/5 آدم تونستید بیارید، تو که میدونی من چی میگم، که برست شنبه ها بشین اون چایی تو بخور و تو 7-8 نفر بشین و غیبت راجع به مردم و تمام تشکیلات بکنید، تمام گزارش ها هم به یک طریقی اونور بره، تمام شرایط سیاسی شهرمون. کارنامه هر کسی اون زمانی که اونجا که وایساده مشخصه. یک روز بلند شو، تو که دوست داری خبرچینی و این ور اون ور رفتن و سر از کار همه در بردن، بیا تو این دفتر ببین این 3000 خورده ای آدمی که دارن این تلویزیون را از 20 دلار 10 دلار تا 1000 دلار دارن، همه انسان‌های حقیقی مثل رفیقت ما هستیم، که تینزین و سادالزال و سینشین و این حرفا نیست، که همه مشخصن، همه انسان های حقیقی حقوقی هم. چرا اون دوست مبارزت ما هستیم از تحریم انتخابات صحبت نمی کنه؟ چرا اون تلویزیونی که بابا الان دوباره میخواد بره و داره صحبت میکنه و سر پول دارن جه رو بس میکنن، چرا از تحریم انتخابات صحبت نمی کنه؟
این بار واسه اینکه دستای همه شما رو رو کنم که شما هر کدومتون 10 نفر پشتتون نیستن، این 22 بهمن گذاشتیم تو دست شماها ببینیم چند نفر رو میارید. گفتید پارسال سکویی این کار رو نکرده بود، شما کرده بودید دیگه. امسال که حکومت در طول 12 ماه گذشته آدم هم بیشتر کشته، بیشتر هم به دار کشیده، بیشتر هم جنایت کرده، شما هم بیشتر کفتر رو ایمیلی و رو ور فرستادید. شما سازمان زنانتون، رینگولتون، حزب مشروطتون، بزرگتون، کوچیکتون، ماهستیمتون، این برتون، اون برتون، همه تون جمع بشین. میخواییم ببینیم تو لس آنجلس این 22 بهمن چند نفر رو جمع میکنید. من خودم رو کنار کشتم تا نشون بدم شماها چی هستین، اندازتون چیه، طرفدارانتون چی هستن. ای خانومی که 30 سال مبارزه میکنی، پیتریت هستی و مبارز هستی و منارکیست های نمیدن ما اینجوری و اینگونه مسائل، تو که عددی نیستی. من جلو رژیم اسلامی ایستادم، من جونم رو کف دستم گذاشتم. من که مثل شما نیستم سه شنبه یا پنج شنبه برم بشینم 8 تا درب و داغون بشینیم کافی بخوریم که پشت سر این و اون حرف بزنیم. که یه نامه می نویسین و فوری میدی به اون کف دروازه و اونم 8 تا 50 تا 60 تا از این پلاسیده های عقب افتاده این ور و چی براشون کف دروازه رو میفرسته. بزرگتون، کوچکتون، وزیرتون، وکیلتون، 7 تا بشید، 8 تا بشید، 10 تا آدم گنده بیارید، بیارید تو بلتاک. بنده سرزده میایم یک روم میزنم. اگر همه اون جمعیت نیومدن با همه بزرگانتون اونجا، تو که میدونی من کیم، من میتونم چیکار بکنم که. دیگه ماها که همدیگر میشناسیم که پتانسیال های همدیگر رو، کیپبلیتی های هم دیگر رو که میشناسیم دیگه. Also since you claim you have so many followers, why can't you organize a demonstration against the regime? I will. Very soon you will see. You claim to want to fill up a stadium in March with supporters of monarchy. اون مونارکی که من دنبالش هستم با مونارکی که تو مایند شماست، تو رویای شماست، 30 سال اینجوری نگرش داشتین فرق میکنه. اون مونارکی که من دنبالش هستم مونارکیه پارلمانتریسته و مردم باید ساپورتش کنن و دنبال برن و کار رو بکنن، نه مثل شما تو رویاشون تو اهداف 30 سال گیر کردید، یه گوشه گرفتید نشستید، سالی یه بر برید توی سالان بشینید کف بزنید، یا تو جلساتتون 30 سال همون بازی همون برنامه. این 22 بهمن نشون میدید کی چه کارید، چقدر پشتیبان دارید دیگه. ما نشستیم کنار میخوایم نگاه کنیم. ماها که همدیگر میشناسیم، که ما که کیپبلیتی های همدیگر میدونیم، که ما که اون 40-50 تایی که تو ایمیل اون رفیق تو منکووری میدونیم چه آدم هایی که تا ایمیل هایی تو هر کفتر رو پرد میکنه اونا فوری من گزارش میدن، میگن ببینین یه کار درست هم داره انجام میشه. اینا چه اون آدم ابله عقب افتاده پلاسیده در رویا زندگیش کرده، چه اون کفتر بازای پروفشنالی که دقیقاً میدونن چه موقع باید یه در به هم بریزن. اون کلیپ آقای مهندس سیاوش، کلیپ 22 بهمن پارسال رو بذارید. مردم دارن میان تو زمین، مردم دارن میان، بنده وارد میشم، آقای مروتی بنده رو بغل میکنن، میگن سکوی جون تو رو خدا بذار امسال هم ما مثل 28-29 سال گذشته بریم، اونو بذاریم، مردم رو بذاریم، مردم رو احساسشون رو ببنده، اون مردمی که اومده بودن از سراسر آمریکا اونا رو بذارید. امسال میخوایم ببینیم کدوم اینا میرن اینا رو بغل کنن، ببوسن، کاراشون رو بکنن. چلو قاضی ملخ بازی